داشتن ریش شرط کار در حکومت طالبان. 3 سال پس از خروج امریکا، القاعده در سپر حفاظتی طالبان و همچنان در پایان خبر سرنوشت سازی که همین اکنون در دست ما قرار گرفت. مشروع خبرها، وزارت امر بالمعروف نزد منکر طالبان اعلام کرده که 281 نفر از نیروهای نتین رژیم را به دلیل نداشتن ریش اخراج کرده و مدل موی 450 نظامی گروه هم طبق قوانین شرعی اصلاح شده است. کسان هم که تخطی کرده بودند به دادگاه های نظامی معرفی شدند. وزارت دادگستری طالبان هم چهارشنبه خبر داد قانون امر بالمعروف نزد منکر طالبان به امضای ملا عبدالله اخوندزاده رهبر این گروه رسیده است و اینک در سراسر افغانستان لازم الاجراست. در این قانون برای تنبیه و مجازات افراد که از این قانون سرپیچی میکنند نیز تدابیر اندیشیده شده است. بر اساس این قانون مردان از تراشیدن ریش یا کوتاه کردن آن و اصلاح موی سر برخلاف شریعت اسلامی منع شده است و متخلفان به جرم دوستی و کمک به کفار و مشابهت صورت و سیرت به آنها بازداشت خواهند شد. رژیم طالبان برای سلمانی ها دستور عمل صادر کرده و از آنها خواسته است از تراشیدن و کوتاه کردن ریش مراجعان خودداری کنند. به ادای طالبان این دستورها مطابق قوانین شریعت اسلامی هستند و مردان مکلفند ریش به بلندی یک مشت دست زیر چانه داشته باشند و ریش خود را نتراشند. شماری از نیروهای نتی حکومت پیشین که از روی ناچاری با طالبان کار میکردند به دلیل تراشیدن یا کوتاه بودن ریش از کار اخراج شدند. یکی از این افسران که به دلیل مشکلات مالی مجبور شده است با طالبان کار کند میگوید من نمیتوانم ریش بگذارم و آنها هم مدام مرا احضار اذیت میکردند. حدود 3 ماه پیش فرمانده و من گفت که به دلیلش هم دیگر نمیتوانم در یگان بمانم. او افزود آنها طالبان و من گفتند که یک مسلمان واقعی نیست. همین افسر اضافه کرد که طالبان بنه 10 نفر دیگر از همکاران او نیز گفته است که دیگر سر کار نبیایید. برخی از آنها مردان میانسال و با تجربه زیادی بودند اما صرفاً به این دلیل که ریش نداشتن اخراج شدند در حالی که اصلا نمیتوانستند ریش داشته باشند. 3 سال پس از خروج امریکا، القاعده در سپر حفاظتی طالبان. وزیر نجیب وهاب طالبان گفته بود که القاعده گروه تروریستی نیز و اعضای آن برادران ماست. کریس دونایو آخرین سرباز امریکایی افغانستان خارج شد و به این ترتیب 2 دهه حضور نظامی واشنگتن در این کشور پایان یافت و طالبان توانستند کنترل میدان هوایی کابل را به دست گیرد. افغانستان تا 3 سال گذشته و کشور تبدیل شده است که گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده و شاخه خراسان دولت اسلامی در آن حضور دارد. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن پس از حمله های 11 سپتامبر 2001 به افغانستان هجوم نظامی آورده بودند و توانستند رژیم طالبان به رهبری ملا عمر را به دلیل پناه دادن به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده ساقط کنند. اما طالبان با افزایش جنگ شورشگری و امضای توافقنامه داد در 29 فوریه 2020 با آمریکا توانستند که به قدرت برگردند. آمریکا ماموریت نظامی اجل افغانستان را بر محور مبارزه با تروریسم تشکیل دولت دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان تعریف کرده بود اما به هیچ یک از اهدافش دست پیدا نکرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست در مورد افغانستان برگزار میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که در ماه روان میلادی یعنی سپتامبر نشست در مورد افغانستان برگزار میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه نوشته است که انتظار میرود در این نشست رزاتان بایوا رئیس اینما و سیما باوز معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان توضیحات ارائه کند. طبق اعلامیه یک نماینده جامعه مدنی نیز ممکن است در این نشست شرکت کرده و سخنرانی کند. با این حال تاریخ دقیق برگزاری نشست و محتوای آن مشخص نیست. این نشست همزمان با توشیح و نشر قانون جدید امر بالمعروف نزد منکر طالبان برگزار می شود. قانونی که واکنش های گسترده ای را به همراه داشته است. غصب زمین و کوچ اجباری طالبان بخش از مردم افغانستان را دشمن می‌دانند. ادامه‌اش. نمونه‌های بسیار از این نوع فیصله‌های صحرایی در رژیم طالبان اتفاق افتاده است. در این رژیم اصل در محاکم و دعواهای حقوقی این است که کدام طرف بخش از مردم است و کدام طرف دعوا بخش از طالب. این بینان یک اصل خدشه‌ناپذیر همواره وجود دارد که طرف مردم بازنده دعواهای حقوقی است و طرف طالب برنده آن. فرق هم نمی‌کند که دعوا بر سر چیز و کدام محکمه طالبان آن را فیصله می‌کند. طالبان خلاف آن روایت دروغینی که در هنگام آغاز گفتگوهای دو خلق تقویت شد تغییر نکردند. اگر تغییر هم در رفتار آنها به چشم بخورد آن تغییر منفی است. طالبان مردم افغانستان را دشمن می‌دانند و برای سرکوب دشمن از کاربرد هیچ ابزار ابایی ندارند. وضع محدودیت‌های غیر انسانی به شهروندان و بازگذاشتن دست مقام‌های گروه در دخالت‌های بیجا نمونه عینی من پنداری مردم از این گروه مردم را به 2 بخش خودی و غیر خودی یا دشمن تقسیم کردند. آنهایی که به نوع با این گروه سمپاتی دارند مانند کوچی های مسئله در هر دعوا مرافع برنده می شوند، ولی آنهایی که با طالبان نسبت ندارند مانند مردم ولسوال دولتیار غور و شهروندان هزاره کشور همیشه و بدون استثنا در محاکم این گروه بازنده اند. در حقیقت برگزاری این محاکم صحرایی فقط به هدف سرکوب بخش از مردم افغانستان صورت داده می شود.
از سوی در غیبت قانون صلاحیت های مقام های طالبان حد و حصر ندارد. وقتی قانون صلاحیت یک مقام را محدود نکند، او به خود حق میدهد که در همه موارد دخالت کند و نظر خود را بر مردم بقبولاند. ملا عبد الله و وزارت امر بالمعروف او که هر روز یک نوع محدودیت جدید بر جامعه وضع میکنند و دست بال مردم را حتی در رخت خوابشان بستند، هیچ قانون برای محدود کردن صلاحیت مقام های این گروه وضع نکرده و حکم فرمان صادر نکردند. تا زمانی که این رژیم ادامه یابد، هیچ کس امنیت را تجربه نمیکند، نه مال مردم امن است، نه ناموس مردم و نه جان مردم. شکنجه های وحشتناک، کشتار های دوامدار، باجگیری، شلاق زدن ها، سنگسار و اعدام، کوچ اجباری، تجاوز جنسی، افزایش خودکشی، افزایش فقر و گرسنگی، ظلم و دزدرادی در زندگی شخصی مردم، وضع محدودیت های روزافزون بر شهروندان و غیبت فرمان و قانون برای تجدید صلاحیت های مقام های گروه مشخصات رژیم طالبان را تشکیل می دهند. این مصیبت ها فقط زمان می تواند پایان یابد که دولت مشروع و مردمی روی کار آید و رژیم دیکتاتوری از بین برود. فرمان های وحشت آور رهبر طالبان چی چیزهای را آشکار میکند؟ رهبر طالبان ملا عبد الله خانزاده هر از گاهی دست به اقدامات میزند که بسیار از مردم را سرخورده میکند و نسبت به آینده کشور بیشتر از پیش بدبین میسازد. در آخرین مورد فرمان عریض و طویل او در مورد اعطای صلاحیت های بی‌حد و حصر به متعصبان امر بالمعروف نهی منکر و وضع مدیدرها شدید اجتماعی و فرهنگی بر اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان به معنای واقعی کلمه تکان دهنده بود و خوشبین‌ترین افراد را نیز متوجه نکته ساخت که امکان دگردیسی در ایدئولوژی و رفتار طالبان اگر امر مال نباشد دشوار و بعید است. یک تن از شهروندان پس از آن که از منشور عبد الله در مورد صلاحیت های دستگاه امر بالمعروف نهی منکر طالبان ادلاع یا فیل بداهه چنین گفت: فکر کنم اینها به حکومت کردن نیامدند و جریان را تشکیل میدهند که میخواهد مردم را بر اصل دین و دینداری بدبین بسازد. شاید واکنش شهروند را بتوان از قبیل تئوری توطئه قلمداد کرد، اما معنای ضمنی آن این است که مردم از سرگیری های طالبان متعجب شدند. با وصف آن که کم و بیش راجع به ماهیت این گروه از قبل آگاهی داشتند و کارنامه این گروه را در حافظه سپرده بودند. این منشور از نظر معیارهای درون‌دینی یکی از سندهای محکومیت طالبان است. تعریفی که این گروه از حجاب زنان ارائه کرده کم سابقه است و در حال حاضر کشور در میان کشورهای اسلامی با آن اعتنایی نمی‌کند. حجابی که طالبان در نظر گرفتند زنان را از همه حقوق و امتیازاتی که از بابت حضور اجتماعی دریافت می‌کنند محروم می‌سازد و مسئول در چهاردیواری خانه می‌کند، در حالی که دست کم نیم قرن است که زنان در جهان اسلام روز به روز با آزادی‌های بیشتر دست می‌یابند. برای جهانیان تجربه‌آور است که شاهد باشند گروهی در یک کشور به سر کار آید و بکشد نیم از نفوذ جامعه را اکثر از صحنه جامعه حذف و تقریبا اما حقوق و امتیازاتشان را سلب کند. طالبان با طرح مسائل مثل حجاب که ریشه در دین دارد اما تعریف مشخصات آن به کلی با آنچه طالبان میگوید متفاوت است، سعی دارند این طرح وانمود کنند که در حال اجرای ارزشها و احکام دینی هستند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب کنید.